رادیو همراه بفرمایید. آقای دکتر سلام، من روی خط هستم. بله شما روی خط هستید، بفرمایید. بله من میخواستم از شما کمک بگیرم بابت یک رابطه‌ای که توش هستم. البته راجع به این قضیه با شما صحبت کردم، احتمالاً یادتون نمیاد، ولی چندین مسئله هستش. خب شما نه بذارید صبر کنید. اولا من بگید شما چند سالتون عزیز؟ من 31 سالم هستش، تو این تابستون جولای میرم توی 32. خب از کجا تلفن میکنید؟ از آمریکا، و این آقا هم در آمریکا هستن و ایشون هم 41 سالشونه و ایرانی هستن دیگه. بله. اوکی، ایشون چه مدتی است آمریکا هستن؟ ایشون اینجا به دنیا اومدن و حدود 20 سال هست که اینجا هستن، ولی خب به ایران خیلی رفت آمد دارن و خیلی ایرانی هستن. اصلا من اولین بار که دیدمشون فکر کردم که مثلا شاید 2 سال هستش که اینجا هستن. اخلاق و شخصیتشون خیلی ایرانیه. هر دو فرزند چندمید؟ ایشون فرزند اول از یک خانواده 3 نفره، یه برادر دارن یه خواهر، و من تک بچه. خب هر دو چی خوندید، چه میکنی؟ من فقط تحصیلات کالج دارم، ادامه ندادم، و ایشون بیزنس خوندن، از همینجا هم گریجویت شدم. و شما چه میکنید؟ شما الان گفتید چه مدلی از امریکا هستید؟ من از سن 15 سالگی. خب الان شما چه میکنید؟ کار شغل و کارتون چیه؟ من به شغل و کار الان کاری نمیکنم، ولی هدف دارم. هدف این هستش که یه سری کارهای آفیس ورک انجام بدم که ربط پیدا میکنه به کارهای دی ام وی، که چون پدر من تو این کار هستش، میخوام این کار رو حرفه‌ای یاد بگیرم و این کار رو ادامه بدم. نه این کار جنبه حرفه‌ای هم ای داره؟ خب یاد بگیرم دیگه، یعنی یه کاری باشه که انجام بدم. خب آخه یه کار اداریست که بس یه ترینینگ یه ماهی داره. این کاری که برای دی ام وی هستش و اینا یک ماهه خیلی زمان کمیه، فکر میکنم خیلی بیشتر باشه، چون من راجبش تحقیق کردم. راجب چه موضوعی هست؟ یعنی چه کار میکنید در دی ام وی؟ شما چه میکنید؟ کارهای ماشینای فروخته شده رو انجام، اگه من این کار یاد بگیرم، کارهای ماشینای فروخته شده رو که راجب اینشورنس. اونا که مقدار پیپر ورک عزیزم. بله یه اصولی داره. آخه اینا که مهارت نیست. بعد شما تا 31 سالگی کاری نکردی، حالا افتادی. شما 13 سالی که از دیپلمتون گذشته هیچ رشته ای کاری نکردی. اوکی خب من توی زندگی، یعنی توی این 13 سال گذشته خیلی اتفاقای بد افتاد توی زندگی ما. توی زندگی پدر مادرم جدا شدن، خودم توی رابطه بد و نادرستی بودم با یه شخص وایت، و یه رابطه آرناف بود، میشد هی نمیشد، یعنی یه زندگی نرمالی نداشتم که بخوام بگم که چرا الان من اینجا هستم. چون این سوال خودم از خودم هم میپرسم، ولی یعنی از خودم ایراد میگیرم، ولی فکر میکنم که از طرف هم یه جوری نرماله، برای که زندگی من خیلی ابنرمال بوده تو این چند سال اخیر، و حالا مشکلات مریضی و دیپرشن هم و اینا هم حالا جای خود. آقا چه مدتی این آقا رو میشناسی؟ ما با هم توی این دیتینگ آنلاین آشنا شدیم و الان حدود 2-3 ماه هستش. خب ایشون همینجا هستن یا یه جای دیگه زندگی میکنن؟ نه خب من همینا رو میخواستم از شما بپرسم. ایشون خیلی اولین بار که ما دیت کردیم اینا خیلی خوشمون اومد از هم، و ایشون به من گفتن که رابطه لانگ دیستنس هستش، ولی ایشون میان و منو میبینن حداقل هفته یک بار، و الان چندین باری که دارن میان هی کامپلین میکنن و به عناوین مختلف به من میگن که شب باید پیش من بمونن به خاطر اینکه حالا فاصله شون 2 ساعت و نیم با من هستش. و من اولش خیلی مخالفت کردم، ولی دیگه احساس کردم که دارن یه جوری سرد میشن یا دیگه ممکنه نیان و اینا، به من گفتن که اگه ایراد نداره من شب خونه تو بمونم. منم قبول کردم،
اولش بهشون گفتم که شما میتونی بری هتل بگیری اینا، بعد خیلی کامپلین کرد، گفتن فوبیا دارم من تنها نمیتونم تو هتل بمونم اگر اینکه تو با من میای یا اینا. من دلیل بر... یعنی این معناش بر نیستش. شما واقعا یه همچین حق بازی رو به عنوان یه واقعیت میگیرید؟ یه مرد 41 ساله از اینکه تشریف ببرن هتل فوبیا میگیره؟ بله آقای دوستو، من همین رو میخواستم شما بپرسم. من شما تعجب میکنم برای مگر یه کسی برگشت گفت راه هم دوره، بعد آدم میگه خب پس بیا خونه من کامپلین، خب بره در سرد میشه، خب بشه. مگر ایشون چقدر گرم بودن که حالا اصلا شما چی کار داری میکنی؟ درست میگیم آج تو آخه یه دلیلی که هستش، من اخلاقم خیلی بده، خیلی و خب یعنی چی اخلاقت خیلی بده؟ خب با هر آدمی کنار نمیام، ولی مثلا اخلاقای ایشون خیلی کلین هستش، زیاد زنی زنه، زیاد تکس میده. من از اینجور آدم اصلا حالت هیچ خوب خب این چه ارتباطی داره به اینکه اخلاق تو بده؟ اخلاق تو بده به درد هیچ کس نمیخوری از جمله خودت میخوام، ولی چی میخوای ازدواج کنی؟ بله ایشون کیرینگه یعنی چی؟ ایشون اینقدر کیرینگه میاد میگه من اگر قرار باشه برم هتل فوبیا میگیرم، باید بیام خونه تو پروی تو بغل تو بخوابم. شما فکر میکنید داره سرد میشه؟ خب بشه. بله درست میگه. خب شما خب بگم بیا شما هم نه صبر کنید، شما میخواید با ایشون رابطه داشته باشید کاری رو که دوست دارید درست میدونید انجام بدید. من که رو زمینه حرفی ندارم، اما فکر ازدواج با ایشون رو نکنید. چرا آقای دکتر؟ چون ایشون برای که نه تو به درد میخوری به گفته خودت بد اخلاقی، نه ایشون. خب ایشون چرا؟ من میخوام که ازدواج بکنم آقای دکتر، این هدفمه. یعنی چی هدف؟ یعنی اخلاق بد من دارم، ولی منظورم به اینه که اون آدم باید لم منو بلد باشه و با هم بشه. اصلا چی با هم چیزی نداره، هیچ کسی نمیتونه لم هیچ کسو بلد باشه. اصلا معنی این آدم هایی که نمیان لم یک کسی رو یاد بگیرن و کار یعنی بد و غلط یا چیز درست نمیدونن، جدی نمیگردن. من شما رو اولا آماده نمیدم با این حرفایی که میزنید و بهانه هایی که آوردید، بعدم ایشون با حرف هایی که میزنن به نظر من غیر عادی. من که پنهان نمی کنم از این، من که نمیتونم رول بازی کنم، من که نمیتونم برگردم بگم حالا شاید نه. یک کسی به من بگه که یه آدمی داره این حرف ها رو میزنه، میگم خب فقط یک کسی که این حرف ها رو میزنه برای هدف ها و مقصودی که داره. بنابراین حرفم به شما این است که جمله من رو دقت کن، این رابطه رو دوست داری درست میدونی ادامه بده، ولی روش به صورت جدی حساب نکن که اگر به هم خورد بعدا ناراحت بشه. خب متاسفانه آقای دو، من این مدلی یعنی یه رابطه ای هم داشتم حدود یک سال پیش با یه آقایی که قرار شد ازدواج بشه و اینا، و اینقدر من دیپ بشم اوت کرد که کارم به بیمارستان کشید و عمل خب کردم. خب همه یکی به درد نمیخوری. آدم که قرار نیست به خاطر رفتن یک کسی که رابطه درستی نیست ناراحت بشه. من همیشه گفتم شما 5 تا رابطه داشتید که غالب اوقات میگن موفق نبوده، میگم شما بسیار موفق بوده، به این اجازه به درد هم نمیخورید. برای اون آدم رفت، شما برای چی ناراحت شدید؟ خب رفتی رفت به درد نمیخورده یا به درد هم نمیخوردید؟ درسته. حالا چه ارتباطی به این آدم داره؟ بعد آقای دکتر من کاملا من هر روز به شما گوش میکنم، حرف شما خیلی برای من مهمه و کاملا با حرفاتون آشنا، و اینی که میگین ایشون به هدف و مقصود خودشون فکر میکنن، ما با هم دیت داشتیم دوباره و دوباره من احساس کردم که ایشون شاید برن و ساعت بشن اینا، و قبول کردم که بیان تو خونه من بمونن اینا، و صبحم رفتن و اتفاقی هم یعنی رابطه چیزی هم اصلا بینمون اتفاق نیفتاد، من اجازه ندادم. ولی یه سوالی که ازتون داشتم همین بود، راجب رابطه جنسی قبل از ازدواج. نه اصلا شما به این چیزا فکر نکنید، شما دو دفعه دیگه اتفاق میفته، ولی چی نمیدونم، ولی که یه مانوری است که ایشون کرده، یه دفعه اومده دو دفعه دیگه میاد بعد رابطه میشه. اصلا شما راجب ازدواج یعنی چی داری فکر میکنید؟ شما دو سه ماه با ایشون آشنا شدید، هفته یه دفعه هم دیگه دیدید، مثلا 10 دفعه دیدید، تصمیم برای ازدواج؟ شما دو سال دیگه بیاد با هم راجع به صحبت کنیم ببینیم شما تو این دو سال چی دیدید. خب آقای جو، دو سال خیلی زمان زیادی نیست که آدم توی رابطه بذاره. برای کسی که هفته یه دفعه میبینه میشه 100 جلسه. و آقای جو، یه چیز دیگه که شما میگین که قبل ازدواج رابطه جنسی آدم نباید داشته باشه،
آخه من همشم چفتیم عزیزان، من بحثم این است برای کسی که میخواد در خودش در رابطهش که همه چیزش درسته عشق رو بیافرینه، شما که اصلا آمادگی و ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری نداری. تو یه دختری هستی با مسائلی که برای خودت درست کردی که تا اینجا آمدی، خودت گفتی که تو که الان ظرفیت اون کار نداری عزیز. مثل من به تو بگم میخوای یه 50 نفر امشب شام بیان خونه تو، من امکانات ندارم. شما اصلا چرا به فکر ازدواجی فعلا؟ بذار ازدواج چیزیست که اتفاق میفته. یعنی آدم با یک کسی آشنا میشه، بعد از 3 ماه 6 ماه میده از او خوشش داره میاد و دوستش داره، بعد کم کم عاشقش میشه و حاضر زیر و بم و پایین و بالاشو میشناسه، با هم به راحتی و خوبی کنار میان، زندگیشون با بودن با هم بهش اضافه میشه، جنبه بد و منفیش خیلی خیلی کمی، جنبه های مثبتش بسیار زیاد. ازدواج ولی اینکه من با هدف ازدواج پیش میرم، که کسی قرار نیست با هدف ازدواج پیش بره. آدم میتونه بگه من آمادگی ازدواج رو دارم، دلم میخواد ازدواج کنم، ولی هدف وقتی شد، یعنی من به هر طریقی که شده میخوام این ازدواج رو بکنم، خب حتما اشتباه میکنم. ازدواج که هدف نیست، ازدواج یه وسیله است برای سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی، دو هدف انسان. ازدواج اگه هدف در اومد که کار ما تمومه. مثل پولی باشه که آدم هدفش باشه یه در بیاره خرج نکنه. ولی خب شما درست میگین، شاید من آخه من اگر درست میگم عزیزم، من حرفم به تو ببین گوش کن، بی خودی مسائل عجیب و غریبش نکن. من حرفم این است که از این آدم خوشت میاد، اون از تو خوشش میاد، تو باش راحتی، از حضور و وجودش لذت میبری، ادامه بده فعلا تا یه سال دیگه فکر ازدواج نه. خب آقای جو راجبه این رابطه جنسی و اینا، چون ایشون این رابطه تو چه مربوطه؟ ایشون بدون تردید به زودی با شما رابطه جنسی برقرار کرد. داشت یه چیزی میگفتی بگو. ایشون چی؟ بله ایشون توی ماشین به من میگفتن که یعنی چی که من هر دفعه بعد همینجوری بیام ما هم دیگر رو دور فرصت زد ببینیم و آخرش هم هیچی، یعنی هیچ رابطه ما قرار همینجوری بمونه. عزیزم من که اصلا تردید ندارم که ایشون به دنبال رابطه جنسی با شماست، بعدش هم معلوم نیست اگه خوشش بیاد یا نه، یا اونقدر براش مهم باشه یا بعدم میخواد ادامه بده. منم که دارم به تو میگم تو هم کاری بکن که دوست داری و درست میدونی، هرچی خود دوست داری درست میدونی. تو قبلا رابطه جنسی با کسی داشتی؟ بله. خیلی خوب، پس بنابراین اگر اینم دوست داری و درست میدونی، من که تصمیم گیرنده نیستم، تویی. ولی بی خودی از توش یه چیزی در نیار عزیز. یعنی من اگر به تو گفتم سلام، تو بگو خب پس من باش حرف زدم رو خط رادیو، بگو بیا بشو رئیس رادیو. آخه واسه ارتباطی به هم نداره. منم الان دارم به تو میگم یه پسر دختری است با هم آشنا شدی، علائم به حرفایی که تو میزنی هیچ خوب نیست، هیچ آینده ای از نظر من نداره، ولی من که نمیتونم تصمیم بگیرم. ضمن من که مطمئن نیستم عزیز. حرفم این است تا زمانی که همه چیز خوب است، تو آنچه رو که دوست داری و درست میدونی رو میتونی انجام بدی، اونم همینطور، مسئله نداری باشه. از حالا فکر ازدواج نکن. اون لغت بسیار غلطی هم که گفتی رو بریز دور، که من هدفم ازدواج نه. تو میتونی بگی دلم میخواد ازدواج کنم، خیلی هم خوبه. ولی این آدم هدف وقتی شد، آدم میگه با اولین کسی که پیدا شد ازدواج میکنم. خب آقای دکتر، بابت مسئله رابطه جنسی، اگه من خب ایشون رو خیلی احساس میکنم خیلی دوست دارم و نمیخوام رابطه جنسی باشون داشته باشم، به نظر خب ایشون ایشون رو ول میکنه میره. بله، ولی اگه ول نکنه بره اینا، این نشون دهنده خوبیه؟ هیچی معلوم نیست. بلکه برخی از آدم ها میتونن صبر کنن، خیلی از آدم ها ترجیح میدن یه چیزی رو داشته باشن تا بعد. بله، که تو بگی نه که معناش نیست که هفته دیگه هم نه. حالا شاید 2 هفته دیگه شد بعد. بعد اگر من رابطه‌ام رو بخوام با ایشون ادامه بدم، به نظر شما صلاح میدونی که من راجع به این قضیه باشون صحبت بکنم که بگم من نمیخوام رابطه داشته باشم؟ خب بهش بگو. من هیچ اشکالی نمیدونم که تو این حرف رو بزنی. اونم ای بازیگر باشه که به نظر من هست، میگه فعلا باشه، بعد کم کم مانورای میکنه و تویی که آماده ای خیلی زود تسلیم بشی تسلیم میشی. برو عزیزم هر کاری که دوست داری بکن، به فکر مسئله حرف من و ماجرای رشد عشق و رابطه جنسی اونا نباش، اونا رو مال تو نیست عزیز. مثل که من برگردم درباره یه موضوعی مربوط به امریکا صحبت کنم، آدمی که توی ژاپن یا ایران نشسته، اونو بلش کن.
باز دارم جمعه برای آخرین بار تکرار میکنم، هر کاری که دوست داری درست میدونی باش راحتی تا زمانی که هستی انجام بده، وقتی هم که نه، اما بی خودی در ذهنت نه بوتی بساز نه امیدی بساز، اون رو هم بذار کنار، من باش مسئله ندارم، برای که تا حال اینجوری زندگی کردی بدم خواهی کرد. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز، خدا نگهدار.